برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا دیروز شاهد مراسم تعویض پرچم سیاه بود که در طول ماه‌های محرم الحرام و صفر بر گنبد شریف حسینی برافراشته شده بود. گفتنی است که این پرچم قرمز نشانه خونخواهی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام می باشد. به همین مناسبت این پرچم قرمز تا روز قیام منتقم آل محمد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بر روی گنبد طلایی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است که شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مناسبت ایام محسنیه و شهادت حضرت محسن علیه السلام پیراهن عزا را از تن خویش در نخواهند آورد. در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، حرم مطهر امامین عسکری عین سلام الله علیهما در سامرا با پرچم‌ها و بنرهای سیاه به نشانه غم و اندوه شهادت ایشان مزین شد. در همین راستا بخش رسانه حرم مطهر در سایت رسمی حرم مطهر از سیاه پوش شدن صحن‌ها و در و دیوار حرم خبر داد و اعلام کرد خادمان این حرم مطهر آماده برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الاول و پذیرایی از زائران آن حضرت خواهند بود. گفتنی است شهر مقدس سامرا چند روزی است که شاهد حضور چشمگیر شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشد. جورج هنا شکور، شاعر، ادیب و نویسنده بزرگ مسیحی لبنانی، دار فانی را وداع گفت. جورج هنا شکور یکی از برجسته‌ترین ادبا و شاعرای معاصر لبنان، عاشق و دلباخته اهل بیت علیهم السلام، پیر غلام مسیحی و محب و شیفته سرور شهیدان علیهم السلام در 90 سالگی درگذشت. وی که به خاطر کهولت سن مدت‌ها زمین‌گیر و در بستر بیماری بود، از هفته پیش به کما رفت و در میان غم و اندوه اعضای خانواده و بستگانش دار فانی را وداع گفت. جلوه‌هایی از این شیفتگی این شاعر مسیحی لبنانی به اهل بیت علیهم السلام در آثار مختلف او از جمله ملهمت الرسول صلی الله علیه و آله، ملهمت علی علیه السلام و ملهمت الحسین علیه السلام نمایان بود. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی ایران میگوید آمار سالانه ازدواج‌ها در ایران طی حدود 4 سال گذشته تقریبا نصف شده است. محمد جواد محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی ایران، به آماری اشاره کرده که نشان دهنده کاهش شدید ازدواج‌ها در حد فاصله سال‌های 1389 تا 1402 است. وی در ادامه گفت افزایش یا کاهش تعداد ازدواج‌ها در 3 دهه گذشته کاملاً منطبق با کم شدن تعداد افراد 18 تا 23 ساله بوده است که در ایران از حدود 1 دهه پیش کاهش پیدا کردند. محمودی در پایان افزود ما از فرصت 12 ساله‌ای که بین سال‌های 1389 تا 1401 با اوج تعداد زنان در سن باروری داشتیم تا کنون استفاده بهینه نکرده ایم. باستانشناسان در پژوهشی جدید فاش کردند که یک گورتپه خرسنگی در اسپانیا با استفاده از مهندسی پیشرفته 6000 سال قبل ساخته شده است و از سنگ‌های استفاده شده که وزن آنها چندین برابر سنگ‌های به کار رفته در ساخت بنای نمادین استونهنج بریتانیا است. گفتنی است این سازه دوره عصر حجر با بکارگیری دانشی پیشرفته در حوزه‌های زمین‌شناسی، فیزیک، هندسه و نجوم ساخته شده است.
پژوهشگران میگویند که سنگ‌های به کار رفته در ساخت این بنا که هر کدام بیش از 100 تن وزن دارند از تپه‌ای در محلی حدود 850 متر دورتر تراشیده شدند و سپس با سورتمه‌های روی مسیر چوبی کشیده شدند.